برنامه مجله تصویری تا 8:30 به پایان خواهد رسید، اما الفاظ و محبت ها و عنایت های شما بینندگان معزز و محترم ما همچنان باقی خواهد موند و برای همیشه ماندگاره. اتفاق نگاه میکنیم به مجله تصویری تا 8:30 امشب مورخ 8 بهمن ماه 1373. آری به اتفاق میتوان جهان گرفت. تلاشون هم بیشتر تو این جهت بوده که در واقع فضاسازی ایرونی رو تو کاسترام بیارم، تا اینکه چند تا عنصری رو که ممکنه خیلی هم نچسب باشن بیارم اضافه کنم به پوستر، به صرف اینکه اینو عناصر مثلا در قرون 4 تا 7 هجری تو ایران اسلامی خیلی ازش استفاده می‌شده. هرچند که بعضی وقتا این کارو کردم، باز به همین جهت سعی کردم که این کارو بکنم. به طور مثال مثلا پوستر سازی لهستان هیچ عنصر مشخصی مثل عناصری که شما ازش اسم برین مثلا تسهیم و بوتجقه و این جور چیزا نداره، ولی تقریبا هر کجای دنیا هر گرافیستی پوستر از لهستانی رو ببینه تشخیص میده که این پوستر لهستانیه و اینم بیشتر مدیون این فضاسازیه. نامدارتان مبارک باد، به بهار خوش آمدید. فهمیدم که سال 1374 تحویل شد، یعنی مثلا در این مدت کره زمین یک مرتبه به دور خورشید گشته، یا چنان بوده که ما همین ابزار کار شاعرها 12 بار دور زمین گشت. زمستان دست‌ها همه پر از تنهایی است، در زمستان دست‌ها یخ زده و قوس کرده است و بهار است که مشت‌ها را وا می‌کند. پس دست‌ها را بکشاییم، بهار تاقه تاقه در راه است. خداحافظی را باید تلاوت کرد، از آن رو که نام مقدس پروردگار در آن است. به نظرم که میبایستی خداحافظی را تلاوت کرد و با دهانی خوشبو، پاکیزه و مطهر این کلمه نازنین و گرامی را بر زبان آورد. باید مراقب باشیم که واژه‌های مقدس بر روی زبانمان له نشوند. حتما شما هم دیدید بعضی ها را که سراسیمه سلام میکنند و به خاطر همین شتاب و عجله این کلمه نازنین و مقدس و زیبا مبدل می شود به سام یا ساملک. و حتما شما بهتر از من بنده می دانید که سام یا لام علیکم فاقد جان و روح گرامی سلام است. دست هاتان شبنمی، لحظه هاتان زعفرانی و بدرود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند. در یکی دیگر از شب‌های گرم تابستان در زیر آسمان سرپناه به
یکی از جنوبی ترین مناطق مملکتمون آمدیم. امشب ما آمدیم به مروارید ایران، خلیج همیشه فارس ایران، بندر عباس. اگر خاطر شریفتون باشه هفته گذشته ما به شمال کشورمون رفته بودیم، به نکا رفته بودیم و برنامه شب‌های تابستان رو از نیروگاه نکا برای شما اجرا کردیم و امشب آمدیم به جنوب مملکتمون، آمدیم به پالایشگاه هشتم بندر عباس، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی. در مورد این مکانی که الان بنده و دیگر همکارانم اینجا هستیم و در خدمت شما هستیم، باید عرض کنم که اینجا محل تبلور و تولد ایرانیه. اینجا شگفتی داره خلق میشه، اینجا رشد و توسعه تجلی پیدا میکنه. در مورد پالایشگاه هشتم بندر عباس ما هیچ نکته ای رو نمیتونیم بگیم به غیر از اینکه در برابر این همه تلاش، در برابر این همه فداکاری، گذشت و ایثار که به دست برادران متخصص و کارگر ایرانیمون داره به وجود میاد، سر تعظیم فرود بیاریم. اشکل گربه، فیتل پیچ، یه خم، دو خم، فتح پا، خیمه زدن، پل، دو آب، میانه، نکاح، خراسان، صمیمیت، فداکاری، گذشت، مهربانی، تلاش، تلاشگر، توسعه، تعاون، همکاری و پالایشگاه هشتم بندر عباس، همه و همه به نوعی معنای ایران رو میدن. بیایید معانی جدید، آثار جدید و تعابیر جدید برای ایران بسازیم و به وجود بیاریم. غروبای پاییز، شستن غبار از چشم، کنار پنجره استکانی چای. منم بعد به شما این گل نرگسه، نگید رنگ زرد. این برنامه ما هم آقای حیاتی دی برنامه خیلی بیریاست. ما هر جای استادیوممون یا داخل محوطه جام جم قشنگ بود، خوب بود، اومدیم قدم زنان صحبت کردیم با مردم. حالا بازم جای قشنگتر داره جام جم ما، ببینیم تو اون آلاچیقا که اون طرفه انشالله بعد از اذان در خدمت بینندگان عزیزمون خواهیم. و آقای مهریان تشریف آقای مهریان آمدن. یا الله یا الله، خوش اینجا دیگه یک صندلی نمیذاریم، صندلی هست دیگه، اینجا خوبه خاکی. یکی از اون عواملی که توی صرفه‌جویی خیلی باید رعایت بکنیم و در نظر بگیریم زمان هست. آقای واحدی دیدین مثلا دو نفر با هم دیگه قرار میذارن، میگه که مثلا عصری بیا بریم نمیدونم سینما، عصری بیاریم دنبال فلان کتاب بگردیم. میگه چه ساعتی میای؟ میگه 4 و 5، 5 و 6 دم پیچش امرون بیا با هم قرار بذاریم. عزیز من، آقای من، 4 و 5 یعنی یک ساعت، یک ساعت یعنی خیلی زمان، خیلی وقت. ولی بعضی وقتا بعضی ها زمان رو نادیده میگیرن و از زمانی که در اختیار دارن و در دست دارن استفاده نمیکنن. من میگم چقدر خوبه که در سال جدید علاوه بر این که صرف جویی میکنیم، علاوه بر این که دنبال انضباط اجتماعی هستیم، علاوه بر این که وقت‌شناس هم باشیم، وقت‌شناس هم باشیم و از زمان حداکثر استفاده رو ببریم. ملت‌های پیروزن که قدر زمان رو میدونن، ملت‌های پیروزن که نظم دارن، ملت‌های افتخار می‌آفرینن که با هم دیگه وحدت دارن. و حالا هزار ماشاءالله مردم ما که چنین عواملی رو در وجود خودشون دارن، چقدر خوبه، چقدر قشنگه که به هم بیشتر نزدیک بشن و از تمام اینها در جهت پیشرفت کشورمون استفاده کنن. انشالله. هنان خانم الان کلاس چندی؟ سوم. سوم.
خونه با بزرگ و مادر بزرگ رفتین یا نه هنو؟ رفتین؟ عیدی هم گرفتین؟ بله. چقدر گرفتین؟ نه نمیخواد بگی. هر کس هر چقدر عیدی میگه مال خودشه. آقای باهری ما غیبت شما رو هم کردیم با آقای معینی. صبح ما اصلا نخوابیدیم. از ساعت 3 بعد از ظهر دیروز تا الان نخوابیدیم. نه فقط شما دوستان دیگه گفتیم ببینید ما همینجوری یک سر 24 ساعته بیدار بودیم برنامه‌ریزی کردیم. این دوستای با وفای ما رفتن منزل استراحتشون هم کردن ادیدنیشون هم کردن و تشریف آوردن. خب خاطر اینکه دیگه شما مسئولیت بار برنامه دوش شما عزیزان هست ولی در هر صورت لطف کردین خیلی خیلی ممنونیم. آقای نظام اسلامی هم تماس گرفتن گفتن که حتما میان به استودیوی برنامه و گفتن که آقای واحدی هم باشن میخوایم یه صبح بخیر ایران اجرا کنیم. گفتیم اینجا شبکه 3 نمیشه صبح بخیر ایران و من آقای معینی با هم دیگه صبح مفصل اجرا کردیم. حالا میتونیم زور بخیر ایران موزیکر بزنید دنم هیجان انگیز امروز و فردا عید مبارک وقتی عید میلادی برنامه 3 تا 3 بله با خودتون هدیه هم ببرید. این برنامه برای شما هدیه باز میشود. روبان ها به کنار میروند. صدای خشخش کاغذ کادو به به خیلی زیباست و این باز میشود. این روبان به کناری گذاشته میشود. آن مهر تصمیم میگیرد که این هوا نزوی بابا سال چیه؟ سال فلنگه فلنگه به 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 اینو چیکارش بکنیم؟ من اینو میتونم ببرم خونمون دیگه ها؟ میتونیم تا آخر برنامه بذاریم اینجا باش عجب پلنگی قربان دستون درد نکنه خیلی خیلی متشکر خیلی ممنون خیلی متشکر یه پلنگه رو دوربین نمیتونه نشون بده آقای شامل تافته اینم آقای تافته باشه موزیکش هم بزنیم من پلنگم امسال سال پلنگه است شما مهمانان عزیز مثل من نرید مهمانی واقعا فکر میکنم و 24 ساعت با مردم همراه بودن فکر میکنم یه کار خیلی مهمی بود بله. اینکه برای بچه‌ها هیچ کدوم نخوابیدن خود شما آقای واحدی آقای نظام اسلامی آقای معینی و دیگر دوستانمون و همراه بینندگان عزیز و ارجمند بودیم و انشاءالله که سال 77 یک سال پر از مهر و صفا و لطف باشه برای تمام مردم ایران. ایران تو را دوست می‌داریم. ایران خاکت را توتیای چشم می‌کنیم. ایران عزیز، ایران عاشق، ایران فرزندان دلیر و شجاع، روزگار روشنایی‌هایت گسترده باد.